بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز اومدم بالاخره بعد از یک مدت طولانی این تلسمو شیکوندم، این دوربینم رو روشن کردم، گفتم بشینم براتون ویدیو بگیرم. همون ویدیویی که بهتون قولشو داده بودم، همونجوری که احتمالاً در جریان هستین اگر استوریای اینستاگرامو دنبال میکنین، من معمولاً آنباکسینگا رو میام توی استوری میکنم دیگه، ولی میکاپ رولوشن دو تا باکس بزرگ فرستاده بود، انقدر تعداد چیزایی که تو این باکس‌ها بود زیاد بود که من گفتم بیام ویدیو بگیرم، هم آنباکسینگ کنم یه جوری بهتون نشون بدم چی فرستادن، همین که تا جایی که میشه از چیزایی که فرستادن استفاده کنم تو ویدیو و یه نقدم همزمان بکنیم که دیگه ویدیوی کامل بشه دیگه. اینجوری ته این برند میکاپ رولوشن رو در میاریم، ببینیم بالاخره این داستانش چیه. به خاطر اینکه کلن قیمتای مناسبی داره ولی بعضی چیزاش خیلی اسنر کرده و کلن میتونم بگم در کل چیزی که من ازش شنیدم و ریویوی که دیدم و فلان و اینا نسبت به قیمتش خوب بوده، برای همین گفتم خیلی خوب میشه اگر چیزای خوبی پیدا کنیم با قیمت مناسب، به درد خیلی هم میتونه بخوره. خب اینا کل چیزایی که فرستادن، البته اومدم توی استوریام بهتون نشون دادم، ولی خیلی چیزای متنوع داره، هزار جور پلت داره دیگه، براتون بگم کلی چیزای پوستی داره که من اصلا نمیدونستم، کلی سرمای پوست داره، پرایمر، روژ لب، ریمل، خط چشم و کلن از هر چی که شما فکرشو بکنی داره. و البته من میدونم که این برند کرم پودرم داره ولی برای من کرم پودرشو هنوز نفرستادن، در نتیجه حالا امروز که من میخوام این آرایشمو بکنم از یه کرم پودر دیگه استفاده میکنم، ولی فکر میکنم دیگه برای بقیه چیزا همه چیزو دارم که دیگه کل میکاپ از این برند بشه. ولی از اون طرف هم انقدر همه چیز تنوش بالاست و رنگای مختلف و این آدم گیج میشه که کدومو بزنه. حالا دیگه همینجوری که میریم جلو بریم ببینیم این میز آرایش ما رو کجا میبره با خودش دیگه. خب ببین، من رفتم از سرمایی که اونجا، شما الان هیچی روی پوستم ندارم، از بین سرمایی که داشتم و پرایمرها که جفتشو آوردم، یکیش هست که یه ذره رنگ داره که پرایمر براقه و اسمش هم هست Goddess Glow که پوستو براق میکنه، یکی دیگه هم هست که اسمش هست Hydra Matte Primer که یعنی پوستو مات میکنه ولی در این حال مرطوب کننده هم هست. یه دونم از این سرما آوردم که سرم هایلورانیک اسید 2% که هایلورانیک اسید میدونین برای مرطوب کنندگی پوست و برای اینکه پوست رطوبت رو توی خودش نگه داره، اینم آوردم. چون که هیچی روی پوستم ندارم، احتمالاً دیگه پرایمر تنها به اندازه کافی پوستمو مرطوب نمیکنه، برای همین یه کوچولو از این میزنم. البته قبل از اون خوبه که من موهامم براتون عروسکی شونه کردم دیگه، خیلی تنوع دادم نبینم کسی تو کامنت غور بزنه. شاید اگر پوستتون خیلی خشکه مثلا این به تنهایی کافی نباشه، مثلا باید یه مرطوب کننده دیگه هم روش بزنید. ولی بعدش این پرایمر رو میزنم، این پرایمر رو سعی میکنم بیشتر متمرکز کنم، این که هایدرا مت بود قسمت وسط صورتم، بعد این قسمت های مثلا بیرونی تر برای اینکه یه خورده براق بشه از اون یکی که براقه میزنم. خب گفتم وسط، خودم هم قاطی کردم، نمیدونم در مورد حالا اون مرطوب کنندگیش خیلی چیزی احساس نمی کنم، ولی تا جذب شد پوستمو مات کرد، قشنگ مشخصه. حتی اون یه ذره حالت مرطوبی و چسبونکی اون سرومی که قبلش زده بودم هم گرفت، الان پوستمو یه جوری حالت چی میگن مخملی کرده روش. بعدم از این یکی میزنم، اینم برقی که به صورت میده خیلی یواشه، چی میگن یواش، ملایم. میبینی اونجوری نیست که مثلا فکر کنی یهو پوستو براق میکنه و مثلا فلان و اینا، یعنی گول رنگشو نخورین. و حالا اتفاقا خوبه که من الان اینو زدم به خاطر اینکه این پرایمرا رو، به خاطر اینکه چون دارم از همین کرم پودری که مثلا هزار دفعه ازش استفاده کردم میزنم، میتونم کاملا بفهمم که الان چه تغییری کنه، هر تغییر دیگه این الان رو صورت من بکنه به خاطر پرایمر است دیگه، چون کرم پودر که عوض نشده. بعد ما کلی اینجا براش و اینا هم داریم از این برند که اینا هر کدوم ما که اینا که میبینی شکلاش شبیه همه توی یه ست اومده، یعنی از کالکشن های مختلفه، این چارتا توی یه دونه ست اومده بودن، این پلنگی ها هم باز توی یه دونه ست اومده بودن، اینا هم باز توی یه دونه ست اومده بودن که اینا خیلی بامزن، دسته هاشون توش از این چیزا داره که البته خوردنی نیستا، ولی این اونا درست کردن که روی کیک میریزن، خیلی بامزه است دختر.
بدونم این بود که من قبلا از اینا، یعنی نه اینوها، ولی از این مدل اسفنجایی که سر یه چیزی زدن، سر مثلا یه اونور براش زدن یا خودش فقط دسته داره، استفاده کردم، اصولا چیزایی به درد نخورین. یعنی اصلا من نمیفهمم که چرا شما باید بیای اسفنجو مثلا وصل کنی به یه چیزی، بعد چیز میشه، اون کنترل دیگه به آدم نمیده، کج و کوله میشه و اینا. ولی به هر حال حالا ما از این استفاده میکنیم فقط برای اینکه یه شانسی بهش بدیم ببینیم چه جوریه. و من اینو خیسش کردم، چون شما اسفنج خوش کلن هیچ وقت توی آرایش به درد شما نمیخوره، شما همیشه باید اسفنجاتون رو خیس کنین. و اینکه منم اینو خیس کردم، اولش کوچولوتر بود، حالا الان اول با این براشه که برای کرم پودره، کرم پودرمو پخش میکنم، بعد اگه دیدم نمیشه و اینا با این اسفنجه روش میزنم، بعد اگه دیدم نمیشه باز از یه اسفنجه دیگه. اینا رو میگم به خاطر اینکه خیلی مطمئن نیستم که اینا کار کنن، حتی این براشه خیلی سفته. چه خبره؟ اینقدر سفته که حالا ما یک شانس زندگی بهش میدیم. نه من میتونیم ببینیم یا نه، ولی یه دونه سوراخ هم وسط این چیزه داره. منظور این سوراخ چیه نمیدونم. بذاری یک بار ازت استفاده کنم تا آخر، بعد شروع کن به موریختن. ای بابا نه، این براشه به درد نمیخوره. بعدم اصلا نصف کرم پودر من توی این سوراخی گیر کرد، فقط نوک دماغ کار میکنه که میتونم فشار بدم که بره توی این سوراخ کرم پودری که توش گیر کرده دراره، وگرنه غیر از اون به در نمیخوره. بذار از این استفاده کنم فقط برای اینکه یه ذره صافش کنم رو پوست. ببین اینطوری اسفنج خب یه ذره کلا سفت هست، یعنی اونقدر حالت ارتجاعی که مثلا یه اسفنج خوبه داشته باشه رو نداره، ولی بازم مثلا از خودش که میگیری بهتر کار میکنه. یعنی بازم الان معلوم شد این دسته مثلا یه چیز واقعا بی خودیه، اینو بکنیم ازش تنها استفاده کنی خیلی بهتره. ولی خب پس دیگه چه کاریه دیگه، مطمئنا حتی اگر شما اینو همینجوری کار کنی دو سه دفعه استفاده کنی نجاش در میاد. خب در نتیجه الان من کاری که میکنم از این اسفنج مورفی استفاده میکنم. اینم باز دفعه اولی که من میخوام ازش استفاده کنم، فقط حالا برای اینکه ببینیم چیه. اینم خیسش کردم، مثلا پیشونیمو میتونم با این بزنم ببینم این چطوری میزنه. این خیلی نرمتر از اونه. نمیدونم، احساس میکنم یه ذره پوستم خشکه هنوز، یعنی مثلا اون رطوبت و نرمی که مثلا اصولا وقتی از بقیه پرایمر ها مثلا مرطوب کننده ها استفاده میکنم و نداره. ولی حالا بذار آرایشو تموم کنیم دیگه، بعد آخر سر اسپری و اینام که میزنم بازم خوب فرق میکنه دیگه. الان بریم سراغ کانسیلر. از این کانسیلر من خیلی انتظاراتم بالاست به خاطر اینکه خیلی سر صدا کرده، یعنی همه میگن وای این خیلی خوبه، اصلا به قیمتش نگاه نکن، این نمیدونم خداست فلان اینا. حالا فقط من الان باید رنگمو پیدا کنم، رنگ شماره 37ش رو برداشتم فقط برای اینکه ببینم چی جوریه. کنم خوبه، زر روشن‌تر از کرم پودرم دیگه. اوکی ببین مثلا همین الان اگه بخوام یه کوچولو مقایسه کنم، فقط از نظر اینکه فرمولش مثلا چه فرقی داره با اون یکی چیزایی که میزنم، مثلا از کانسیلر تارت یا تو فیس و اینا یه خورده رقیق تره. حتی میتونه چیز خوبی باشه اگه کاورش به اندازه باشه. این کانسیلر $10، $10، یعنی خیلی قیمتش خوبه، یعنی اگه واقعا خوب باشه خیلی آدم میتونه پول سیف کنه. یه ذره یه ذره دیگه بزنم فقط اینجا. اون قسمت رقیق بودن داستان که گفتم اتفاقا به دردش خورده، به خاطر اینکه سبکه خیلی، ولی کاورش هم خوبه، هنوز خیلی هم راحت بلند شد. خب ببین به عنوان یه کانسیلر $10 من به این امتیاز 10 از 10 میدم.
مثلا اگه این کانسیلر $30 بود چرا میتونستم از 4 تا ایرادم بگیرم، ولی به نظرم برای یه کانسیلر $10 واقعا خیلی خوب بود. خب حالا الان من باید زیر چشم اینا رو که خب فیکس کنم با پودر بیک، اتفاقا خیلی تعداد زیادی هم داریم رنگای مختلف، ولی چند تا روژگونه مایه دارم که میخوام قبل از اینکه هر گونه پودری به صورتم بزنم اول اونا رو بزنم، بعدن شروع کنم به فیکس کردن و اینا. این اون سه تا روژگونه که بهتون گفتم سه تا رنگ داره، هر سه تا رنگش هم رنگای مثلا نرمال و چیز خیلی صورتی و فلان و اینا نیست. حالا من الان این رنگش رو استفاده میکنم به اسم هارمونی که نوشته که فرمولش بیلدبله، یعنی مثلا میتونی یه ذره بزنی یه کوچولو رنگ بده یا اینکه خیلی بزنی خیلی رنگ بده. این اپلیکیتورش هم این شکلیه. آه خوشگل رنگش چقدر، خدا کنه فقط از اینا نباشه که کرم پودر زیرش رو پاک میکنه گم میزنه. او ولی خیلی کم رنگه، خیلی کم رنگه و عملا هیچ کاری نکرد. ولی ببین نمیدونم مشخصه یا نه، این قسمت رو میبینی دقیقا همون جایی که با خود اپلیکاتور زدم کرم پودر زیرش رو یه ذره پاک کرده، تکون داده یه ذره دیگه. بعد چاره این کار اینه که مثلا شما میتونین به جای اینکه اینو با خودش بخواد اینکه خیلی خیسه بکشین این رو که زیرشو پاک کنه، اینو بزنین به براشتون با این شروع کنین آروم آروم بلند کردن اینطوری مثلا ضربه ای. ولی رنگ خیلی خوشگلی داره، چربمر با اینام اصلا نیست. این براش هم خوب بود برای این کار. نمیدونم این اینا تو ست نبود، الان میخواستم بگم نمیدونم اینا رو تنها میفروشن، اینا یهو یادم افتاد که اینا که مشکیه هر کدوم جدا جدا توی چیز بود، تو بسته بندی بود، اینا تو ست نبود، فقط اون پلنگیه و اون بیبیلکیه که رنگی رنگی بود تو ست میومدن. در نتیجه این به نظرم خوبه، این براش اگه خواستی مثلا تنها بگیرین. این روژگونه یه خورده شروع کرده پوستو یه خورده قلقلک دادن و انگار خنک کردن، نمیدونم داره چه اتفاقی میفته، ولی هرچی هست که من راضیم فعلا ازش. بعد بریم سراغ پودرای بیکش. خب ببین این خیلی رنگای مختلف داره، این البته فقط روشن تراشه، اینجا اگر نگاه کنیم بازم رنگای تیره ترش رو دیگه من نبردم، ولی اینا میتونه هر کدوم به یه دردی بخوره. مثلا رنگای روشن ترش یه دونه داره که ترانسلوسنته که اصولا نباید هیچ رنگی اضافه کنه به پوست. خدایی این روژگونه همینجوری داره پوست منو اول انگار خنک کرد، بعد حالا انگار داره داغ میکنه، یه اتفاقی داره میفته، نمیدونم دقیقاً چیه، ولی خوش شده رو پوست، یعنی انگار مثلا هیچی اضافه نکرد، نمیدونم، ولی پوستم رو داره اینجوری میکنه. امیدوارم حساسیت نمشه، فکر نمیکنم، لابد داره مثلا نمیدونم. غیر از اونیش که ترانسلوسنته سه تا چیز داره، کاتگوری رنگی داره، لایت و مدیوم و دیپ. لایتش اونایی که روشنه، که اون لایتاش هم باز چند تا رنگ داره، مثلا لوندر داره که واسه کسایی که میخوان یه خورده پوستشون روشن‌تر بشه و یه خورده شاداب‌تر بشه. بعد پینک داره، لایت پینک داره که توش تون صورتی داره، و لایت یلو. خب این از این. بعد اونایی که مدیومه، مثلا مدیوم بیج داره، مدیوم دوباره یلو داره و همینجوری میره جلو و اینا. حالا الان من واسه زیر چشمم میخوام از لایت لوندر استفاده کنم که یه خورده زیر چشم رو مثلا روشن و باحال میکنه، که ببینیم چه جوریه. میریزه بیرون از این ورون ورش. اخ 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 اخ، درش چفت نمیشه. اینا اگه بذارین تو کیف و مثلا این ورون ورشه و برعکسش و فلان و اینا، قشنگ میریزه بیرون. حالا من برعکسش کردم که فقط خب بذار ازش پودر بیاد بیرون، گند زد. بنداره حالا قبل از اینکه با پودر فیکس کنم با اسفنج روی کانسیلر میزنم، چون الان ازش یه مدتی گذشته جمع شده و این اتفاق خیلی هم جمع شده، نمیدونم معلومه یا نه، ولی این اتفاق با 99% کانسیلر هم میفته که اگه فیکسشون نکنی جمع میشن، ولی این خب یه ذره بیشتر جمع شد، ولی خب چارهش هم فیکس کردن دیگه، یعنی مثلا اتفاق عجیبی نیست. خب قشنگ میزنی که این چروکا صاف شه. حالا چون خشکم شده سخت میره،
ولی بدونین دیگه تا زدینش اگه این کانسیلر رو گرفتین فیکسش کنین. بعد از همین پودره، بعد نمیدونم الان پوینت مثلا آینه گذاشتن اینجا چیه اگر قرار شما اینو برعکس کنی که ازش پودر در بیاد بعد همش بماله به آینه. میدونی چی میگم؟ چون اگه اینو برعکس نکنی که پس چجوری پودرشو برداری؟ ببین من هیچ تو این آینه نمیبینم، فقط که ببینم کجا تقریبا داره میزنه. ولی پودره به نظر خیلی سبک و چیز میاد، دونه ریز میاد، میدونی خیلی یعنی خوب آسیاب شده، دونه درشت و سنگین و اینا نیست رو پوست. خب این برای زیر چشم، منتها برای بقیه صورت، برای اینکه نمیخوام یهو مثلا هم خیلی روشن بشه هم یهویی بهم اون حالت بنفشو بده، از رنگ مدیوم بیج استفاده میکنم برای بقیه صورت. پودر مات هم نیستا، میبینی نمیدونم چقدر مشخصه، ولی رو صورت که میزنی مات مات نیست، انگار مثلا یه نمیدونم برق خیلی ملایمی داره. خب الان برای کانتور رو نمیدونم، حالا یه ذره رژگونه پودری و هایلایت و فلان و اینا دیگه، من هر چی که این چیزا رو توش داشت آوردم. زیاد گزینه واسه رژگونه پودری نداره، یعنی مثلا واسه کانتور خب این پلتو داره، این ورش تمام رنگای کانتوره، این ورش مثلا برای هایلایت و این حرفاست که اسمش هست راکس، اینه پلته. بعد مثلا یه دونه دیگه داره باز توش هم برای برانزر داره هم برای هایلایتر، که دونه مثلا چیز دوتاییه. بعد دوتا از این پلت ها که شبیه شکلاته که کوچولوه هست، منتها اینا یکیش باز مثلا یه هایلایت یه ذره روشن‌تره، هایلایت یه ذره تیره‌تره، اون یکی بیشتر مثلا برای چشمه، ولی یه دونه رنگ کوچولو اینجا مثلا به عنوان رژگونه داره. میبینی اینو؟ حالا من همین اینو میذارم چون مثلا چاره دیگه ای واقعا نیست، ولی الان حالا از همین پلته که بیشتر برای این کار درست کردن، از این رنگای این برش این براش که پرو 250 برای یه خورده کانتور کردن، برای کانتور مثلا این دوتا رنگو با هم قاطی میکنم. براشه بعد به نظر نمیرسه ها اگه فقط بعد شروع نکنه به مو ریختن. پلته یه کوچولو پودریه، بیش از حد نه ها، ولی یه کوچولو پودریه. میبینی همجوری که میزنم نمیبینی، ولی پرواز میکنه این چیزاش تو هوا، ولی خوب بلند میشه با اینکه زیاد ور میداره روی پوست، مثلا یه هوی یه جا نمیچسبه که مثلا لک کنه و فلان این حرفا. برای پیشونیم از این یکی میزنم که بتونیم دیگه توی یه ویدیو تا اونجایی که میشه چیز کنیم. اینم بازی خورده پودریه ولی نداره. ببین پودری بودن مثلا یه سایه یا یه نمیدونم حالا حتی رژگونه، هایلایتر، برانزر اینا به خودی خود باعث مشکل نمیشه. خب یه خورده بعد هست، خاطر اینکه باعث میشه زودتر اون چیزو شما تموم کنین. هرچی بیشتر پودری باشه بیشتر تموم میشه دیگه، چون نصفش حروم میشه. ولی از نظر مثلا اپلیکیشن و از نظر اینکه چجوری رو پوست وای میسه، خود پودری بودن مثلا چیز بدی میتونه نباشه اگه درست بلند شه و خوب رو پوست بخوابه و فلان و اینا، خیلی مهم نیست. ولی بعضی وقتا هست که چون خیلی پودریه یهو میچسبه به یه جای پوست، هر چی دیگه میخوای بلند کنی دیگه مثلا لکلک و کثیف کثیف و اینا میشه. ولی این که فعلا خوبه، یه ذره فقط بینیمو کنترل میکنه. پس این فعلا خوبه. حالا الان یه ذره از رژگونه این کوچولوه میزنم با این، منتها خب چون این پلتش خیلی کوچولوه باید حواسم باشه که این رنگ نره، یعنی براش تو رنگای دیگه نره. یه ذره ای خوب رنگ میده. اینم از رژگونه. بعد بریم سراغ هایلایتر. برای هایلایتر هم از باز این یکی که مال این دوتایی هست استفاده میکنم. اینو آینه نداره، من دارم توی نگاه میکنم اینو. بله شما بری خودتون نیارین، منم بری خودم نمیارم که چه اتفاقی افتاد.
اوه هایلایترش خوشگله دختر، میبینی؟ از ایناست که یه ذره پوستو انگار حالت خیس نشون میده، ولی هرچی که بلندش میکنی انگار هی کم رنگ تر میشه. قربونت برم. من آسل من، تو کجا خوابیدی؟ جیگر تو برم. فندو کدومو بزنم؟ هان؟ کمکی بده بچه. ای دختر، یه دونه دیگه از این پلت ها که همش هایلایتر و اینا بود پیدا کردم. یب نداره دیگه، دیر شد. بذار یه ذره بذار. از این سفیده این خیلی به نظر هیجان انگیز میاد. اوخ 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 اوخ. چه کرد؟ اوی. یه ذره هم زدم ها. اوه این واسه کسایی که خیلی هایلایتر از این دور، برای کسایی که خیلی هایلایتر دوست دارن خوبه. بعد از گشتن‌های بسیار و خیلی فکر کردن‌های زیاد، من تصمیم گرفتم این دوتا پلت رو بردارم. این بالایی اسمش هست Fierce Wild Animal Palette، که میدونی چرا اینا رو انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه خیلی پلت رنگی منگی زیاد داره، مثلا سبز و آبی و فلان و اینا، یا اون یکی مثلا مداد رنگی میمونه. ولی چون اولین بار دارم این مارک رو نقد میکنم، گفتم یه چیزی بردارم که رنگاش قابل استفاده باشه واسه کسی که شاید میخواد دفعه اول بره بخره. مثلا یه همچی چیزی شاید به نظرتون باز اینم هنوز رنگی بیاد، ولی اتفاقا با این خیلی کارا میشه کرد. مثلا کم بزنی مثلا واسه یه پاییز رنگای خوبی داره، خب یعنی ترسناک نیست. و یکی هم این یکیه که کلشون چیزه، فویل فرنزی فیوژن اسم پلته، که تمام رنگاش براقه. گفتم مثلا واسه خود روی پلک و اینا میتونم از این استفاده کنم که دوتا پلتو همزمان چیز کرده باشم. این رنگی که این گوشه است و برمیدارم، این سایه هم باز یه ذره پودریه، میبینی چه جوری وایساده سر براش، ولی خیلی بد نیست. او چقدر پیگمنت داره. میزنم اینجا. وقتی میبینین سایتون انقدر پودریه، همون اول که میخواین بذارینش روی پوست، شروع نکنین به کشیدن و بلند کردن اینجوری فش فش، هی براشتون رو تکونای زیاد زیاد روی پوست دادن و کشیدن. اول سعی کنین اینجوری ضربه ای کار کنین که این رنگ بچسبه به پوست، هی نریزه الکی. بعد که قشنگ چسبی سر جاش، بعد شروع کنین به بلند کردن. این یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم برای اینکه سایتون نریزه روی گونتون. با یه دونه این رنگه که یه خورده روشن‌تره، یه خورده میام جلوتر. با اون یکی براشه که یه ذره به نظر سفت‌تر میاد، از این یکی رنگه که خورده تیره تر از اون دوتایه و کمتر هم پودر میشه، خیلی جالبه که اینا مثل هم نیست چیزاشون. اینو بیشتر میزنم قسمت بیرونی پلکم، خیلی اینو دیگه بالا نمیارم، ولی خیلی خودشو نشون نمیده روی این رنگ، میبینی؟ با اینکه خیلی زیادم روی این اومده، ولی خیلی خودشو اونقدر روی اون رنگ قبلی، با اینکه اون رنگ قبلی از این یه ذره روشن‌تره، ولی نشون نمیده. بعد از اونم با همین براش توی این قهوه‌ایه که خیلی تیره است. آقا رنگ بده دیگه. برادر من چرا اذیت میکنی؟ عجیبه که رنگاش رو هم دیگه کار نمی کنن خوب.
الان این قهوه‌ای به این پررنگی خیلی باید بیشتر از این مثلا خودشو نشون بده روی یه رنگی که ازش خیلی روشن‌تره. ولی خیلی یواش عمل میکنه، خیلی کم مثلا چیز میشه. شروع میکنم یه خورده بلند کردن که اینجوری این بالاش حالت خط نمونه. میدونی سایه سایه خوبیه ها، نمیتونم واقعا بگم سایه بدیه، فقط جون نداره رنگاش. الان مثلا من خب خیلی زدم که به اینجایی که هست برسه، یا باید سایه رو هر کدومو جدا بزنی روی یه بیسی که هیچ چیزی زیرش نیست. سایه ها رو هم دیگه که قرار میگیره جون نداره مثلا یه هوی قهوه یه خودشو نشون بده. مثلا اگه آدم بخواد چند تا رنگو واقعا تو سایه نشون بده نمیشه. یه دونه برس یه ذره صافتر از همون رنگ اولیه که برداشتم برمیدارم و اینو میزنم زیر چش. خب بعد هی هم که میریزه رو صورتتون همیشه سایه رو هم موقعی که میریزه جمع کنین اگر کرم پودر ایناتون رو زدین. بعدش دیگه میرم سراغ اون یکی پلته واسه رنگای براق‌ترش. کدوم رو بزنیم که خدا رو خوش بیاد به نظر شما؟ اینو مثلا میخوام یه رنگ یه خورده جوندار بزنم. خب اینو با انگشت میزنم. وقتی از سایه رنگ جون دار صحبت میکنیم از چه رنگی صحبت میکنیم؟ دقیقا از این. فقط باید بدونیم موقع که این سایه ها رو با انگشت برمیدارین خیلی سفت، چون میچسبه به انگشت، خیلی سفت باید رو پلک بکشین که رنگو از رو انگشت بذاره رو پلک. همجوری هی ناز کنین هیچ اتفاقی نمیفته چون چسبیده به انگشت. خب اینم چیزی که باید بدونین. به نظرم من برم ابرومو درست کنم یه ذره که قیافم یه ذره شبیه آدمیزاد بشه، بعد بریم سراغ دیگه خط چشم و فلان این حرفا. برای ابرو فقط یه دونه ژل بیرنگ ابرو من دیدم که گذاشته بودن توی کل این چیزا، مثلا مداد و سایه و این حرفای ابرو نداشت. با مداد فنتی ابرومو درست کردم. الانم فقط میخوام از این ژله که مال ابرو و رنگ نداره بزنیم ببینیم چه جوریه. اینش خوبه که این سریچ کوچولوه که این ژله رو بی خودی همه جا نماله. سبکو خوبه، سفیدک هم نزد فعلا که خوبه. منتها بعضی از این ژلا هستن موقعی که خوش میشن دست بهشون بخوره مثلا ژل بود قبلا، به سر میزدی دست میزدی سفید سفید میشد اینجوری میریخ، بعضیشون اونطوری میشن. ولی حالا اینو باید ببینیم. دو تا چیز داریم. اینم نه چیه چیه؟ اوه چی بامزه. دو تا خط چشم مایه داریم، یکیش اینه که دو تا سر داره، یه سرش خط چشم، خب یه سرش پاک کنه. چه بامزه، یعنی مثلا اگه گم بزنی ایفا واقعا پاک میکنه. ببینی از زیرش پاک میکنه. ولی خب بعد این خودش کثیف میشه چی میشه؟ مثلا اگه زیرش مثلا یهو میخوای زیرشو تیز کنی یا فلان و اینا. یکیش اینه، یکیش هم اینه. اینم باز از این سر اسفنجیاس مونتا. او این مشکی تر و همچین مایه تر به نظر میرسه. حالا اینو میزنیم بریم ببینیم خط چشمی که بتونه رو این حجم از این سایه، این یکی نه ولی این یکی بکشه و خودشو نشون بده، واقعا باید بهش آفرین گفت. یعنی این امتحان سختی رو الان در پیش داره.
خیلی سر خوبی داره، خط چشم خیلی زیادی نرم نیست که واسه خودش هی بدون کنترل اینجوری لق بزنه مثلا همه جا بکشه. قشنگ کنترل داری زیر دستت، ولی این قسمتشو هی میکشی تا خیسه. خوبه یه ذره که خوش میشه انگار مثلا رنگش کم رنگ میشه، پیگمنتشو از دست میده، ولی نه در کل خوبه. حالا هر روز که آدم همچین سایه‌ای نمیزنه که بعد به اینم توجه کنی که مثلا حالا بقیه روزا چی. به نظر خوب، چون این قسمتش کاملا خوبه، این قسمت بیرونش. ببین این قسمتش هی 100 دفعه روش میزنم ولی هی کم رنگ میشه. ولی واقعا بدون اغراق بخوام بگم به خاطر سریش و به خاطر اینکه خیلی هم راحت ازش میاد و حتی به خاطر این توپل بودن یه ذره این دستش، جزو راحت ترین خط چشمایی بود که من بتونم باش کار کنم مثلا اون شکلی که میخوام در بیارم و هی مجبور نشم هی کلفتش کنم به خاطر اینکه اون شکلی که میخوام و در نیورده. من خوشم اومد از این. خب حالا الان گفتیم نوبت چیه؟ نوبت ریمل، بعدم روژ. یه دونم ریمل داریم و تعداد زیادی روژ که حالا باید ببینیم کدومو میخوایم بزنیم. این ریملم تنها ریملی بود که من دارم که اسمش هست دماسکرا، یعنی فکر میکنم شاید مثلا همین یه دونه مدل رو دارن. خیلی ریمل غلیظیه میبینین و این باعث میشه که خورده سخت بشه، یعنی موجه ها رو میچسبونه به هم یه کوچولو. خورده سخت جدا کردنشون، مگه اینکه بذارم یه خورده رو موجه خوشه یه خورده خودشو بگیره بعد با یه دونه از این شونه های موجه که من اینجا داشتم ولی نمیدونم کو واسه یه همچی چیزی با این بعد شونه کنی که اینا رو اصلا جدا شه. ولی نه بعد همون اول که خیسه ولی این کار کرده بعد وایس یه خورده ریمل خوشه بعد با اینا بیفتین به جونش. ریملشو من نمیگرفتم، نظر شخصی. بعضی وقتا اگر موجه های خیلی کوتاه و مثلا چیزی دارین یه همچی ریمله که انقدر غلیظن و اینجوری چیزی لای موجه ها گیر میکنن انگار مثلا موجه های یه تیک هستن که همه رو میچسبن به هم مثلا به درد میخوره، ولی غیر از اون اگه باشه نه. و یه چیزیه که نداشتیم خط لب بود، در نتیجه من بازی دونه خط لبی که به این روژی که انتخاب کردم میاد و میزنم. روژی که میخوام بزنم اینه دیگه، با این آرایش چشم و انقدر مثلا جینگول و فلان و اینا روژ پررنگ تر از این اگه میزدم دیگه خور زیادی میشد. اسم رنگ روژش هم هست کشمیر. و میریم برای روژ. آماده این؟ 1 2 3 میدونی قیافش رو که نگاه میکنی روژه رو به نظر میاد از این روژایی باشه که وقتی میخوای بزنی به خاطر اینکه خیلی مات سف سف و بکشی تا مثلا چیزه، ولی خیلی نرمه. روژش خوبه. اینم از روژ تموم. فقط برای حسن ختام باید بریم یه دونه از اون اسپریایی که اینجا برداریم و دیگه فیکس کنیم و ببینیم چه جوریه. خیلی بوی الکل میده، پوستو میسوزونه نمیسوزونه و این حرف چی؟ نمیسوزونه و این حرفا و دیگه یه جنبندی بکنیم. این اسپریام باز مدلای مختلف داشت، مثلا یکیش مرطوب کننده است، یکیش فقط فیکس میکنه. این نوشته مرطوب میکنه و فیکس میکنه. من چون اول یادتون گفتم میخورده انگار احساس میکنم پوستم خشکه، اینو برداشتم که هم مرطوب کنه هم فیکس کنه. اسپریش یه خورده قویه، اگر گرفتین از نزدیک نزنین چون انگار یه عالم آب میپاشه، انگار مثلا به یه جا دور بگیرین که یه دست بزنه. نه خیلی هم بوی الکل میده، قطعا هم الکل داره ولی خیلی نه. آره الکل دومین چیزشه، مادهشه از زیاد، یعنی اول آب توش زیاد داره بعد الکل. ولی اسپری فیکس معمولا همشون الکل دارن، یعنی یه چیزیه که خیلی مثلا این یه مارک اسکیندنیویا یه اسپری فیکسی که من خیلی دوستش دارم، اینم دقیقا همونه. به ترتیب آب
بعد الکل. خلاصه دیگه آقا این بود از آرایش امروز. اینم دیگه بر ندارم دیگه، با مزه است. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و استفاده کرده باشین. دارم خدافظی میکنم، واسه یه جنبندی بکنم بگم که چی شد چی نشد از اول. در مورد پرایمرا رو حالا نمیدونم، باز استفاده میکنم که ببینم مثلا کرما و اینای خودم رو میزنم، بعد پرایمرا رو میزنم که فقط بتونم مثلا پرایمرا رو تست کنم. ولی با این ترتیبی که من زدم نمیدونم، به نظرم خیلی مثلا اتفاق عجیبی رو پوستم نیفتاد، چون میگم کرم پودری هم روش زدم که کرم پودر مورد علاقمه، میدونم که مثلا پوستم باید چه شکلی باشه. پرایمرا همچین. بعدش رفتم سراغ کانسیلر، کانسیلرش خوب بود، فقط چیزی که باید حتما توجه کنین که کانسیلر رو زدین فیکسش کنین با پودر، به خاطر اینکه من یه کوچولو وایسادم این تو این چورو کار رفت، حالا تونستم یه ذره نجاتش بدم، ولی هنوزم که نگاه میکنم باز یه خورده جمع شده زیر چشمم. بعد از کانسیلر رفتیم سراغ اون پلته. اون پلته هم به نظرم خوب بود، پلته که باهاش خورده کانتور کردم خوب بود، ایراد خاصی واقعا ندارم، دیگه خورده پودری بود، ولی خب تا وقتی که روی پوست خوب وایسه دیگه ایرادی نمیتونیم بگیریم. بعد اون یکی پلته که یه دونه هایلایتر داشت یه دونه برونزر، اونم خوب بود. رژ گونه مایه هم خیلی بامزه بود، من خیلی خوشم اومد. اگر که شما مثلا بخواید کمتر آرایش کنین، یا مثلا فقط اونو بزنین، یا پوستتون خشک نمیخواین چیزای پودری خیلی رو صورتتون داشته باشین، فقط پوست من اول شروع کرد خنک شدن، بعدش داغ شدن و این حرفا، بعد الان دیگه هیچ حسی نداره، یعنی مثلا چند دقیقه پوست من هی قشنگ حس می‌کردم یه اتفاقی داره میفته. ولی فکر می‌کنم شاید به خاطر حتی فرمول خودش بود، به خاطر اینکه روش نوشته لیفت میکنه پوستو، حالا شاید مثلا دیدی بعضی لیپ گلاس ها رو میزنی میگه پلامپینگ، لبایدم قلقلک میاد، شاید اونم مثلا با پوست همچین کاری میکنه. دیگه براتون بگم، بعدش رفتیم سراغ چشم که پلت سایه ها هم گفتم برای کسایی که دارن شروع میکنن به آرایش چیزای خوبیه، تنوع رنگیش زیاده، البته بقیه پلت ها رو خب باید استفاده کنم بازم، ولی حالا همین دوتا که استفاده کردم به نظرم باحال بودن، خوب بودن، بد نبودن. بعدش رفتیم سراغ خط چشم. خط چشم رو من دوست داشتم، فقط امیدوارم که مثلا اینجا هم جمع نشه نریزه فلان، اگر این اتفاقا برش نیفته من خط چشم رو دوست داشتم، خیلی هم براق نیست، خیلی خوبه. ریمله نمیگیره، یعنی مثلا برای ریمل این حتی مثلا 10 دلار هم باشه کمتر هم باشه، بازم من میرفتم ریمل لوریل مدل مثلا والیومینس کربن بلک رو میگرفتم به جای این، میدونی، یعنی باز صرفا به خاطر ارزون بودنش به نظرم تو این رنج قیمت ریمل خیلی بهتر هست. ژل ابروه خیلی هولدش قوی نیست، یعنی خیلی مثلا قوی نگه نداشته، خشک نکرده ابروها رو، در نتیجه استفید مفیدم نمیشه، یعنی مثلا خیلی شاید زدن نزدنش فرق خاصی ایجاد نکنه، نمیدونم. رژم که خوب بود. براشارم اگه بخوام بهتون بگم، مثلا این براش خوب بود واسه اون رژگونه مایه رو بلند کردن. براشای چشمش خیلی تعریفی نداشت، باز این یکی هم خوب بود، اینو هم میتونین واسه پودر زدن، هم واسه رژگونه زدن، کانتور کردن، همه اینا میتونین استفاده کنین. پرو 250 این یکی هم بود، پرو 260 این یکی هم، باز واسه پودر زدن این بود، باش پودر زدن، آره این بود که باش پودر زدم، اینم خوب بود. منتها خب این چون توی ست می اومد، شما مثلا باید هر 4-5 تا این براشا رو با هم بگیرین دیگه. براشای چشمش اگه فاکتور بگیریم، اینم به نظر براش خوبی میاد، من اینو نزدم ولی معلومه این دوتا خوبن، ولی اون یکی ها اینو که اصلا کلا فراموش کن. این یکی بیلبیلکی هم نزید، بیشتر به درد خوشگلی و بازی میخوره تا اینکه بخوای مثلا واقعا روش حساب باز کنی دیگه. همین دیگه. آها اینم بد بود، اینم خیلی بد بود که برای کرم پود ازش استفاده کردم، پرو 310 از این دوری کنید. آقا دیگه همین دیگه، امیدوارم از این ویدیو استفاده کرده باشین، آرایشو دوست داشته باشین. اگر میخواستین برین از این مارک چیزی بگیرین، این نقدا و این حرفا به دردتون بخوره. اگر پیشنهادی دارین واسه ویدیوهای بعدی، توی چجوری این کار میکنه؟ به هر حال توی کامنت ها بنویسین. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنین، با دوستاتون شیر کنین، کامنت بذارین، چون که معمولا ویدیو قرعه کشی داره. بوسه کلتون، فعلا خدافظ.